حدود یک هفته بعد از اینکه هیئت پارلمانی اروپا در خلال دیدارهای رسمیشون با مقامات ایرانی دیداری غیر رسمی هم با دو فعال فتنه 88 در سفارت یونان داشتن، بعضی نماینده ها در جلسه علنی امروزشون به این موضوع در قالب تذکر اعتراض کردند. اعتراضاتی که توضیحات جداگونه مسئول کمیته پارلمانی ایران و اروپا و رئیس مجلس رو به دنبال داشت. این هیئت وقتی برگشته اعلام کرده مهمترین ملاقاتهای من ملاقات با این فتنه‌گرا تو سفارت یونان بوده. چرا عزتمندانه وزارت خارجه رفتار نکرده در اینجا و مجلس هم الان جای علامت سوال روش گذاشتن؟ خواهش ما اینه که حضرت عالی شفاف نسبت به این موضوع تذکر بعدی را بفرمایید. اینا اینجا اومدن ملاقات کردن، ملاقات رو هیچ کس به عهده نمیگیره. وزارت خارجه میگه مجلس بوده، مجلس میگه وزارت خارجه بوده، وزارت اطلاعات میگه من اطلاع ندارم از این قضیه. اگر این هیئت بدون هماهنگی بوده چرا بعد از ملاقات برخورد با اینا نشده، ترد نشدن؟ آقای جلالی هم شما پاسخ این آقایونو به، چون ایشون مسئول کار بودن. در مورد این سفر به ما گفتن وزارت امور خارجه و ما گفت هیچ گونه پیش شرطی اینها ندارن. ما برای آخرین هماهنگی روز سه‌شنبه قبل از سفر جلسه ای رو گذاشتیم، از وزارت امور خارجه دعوت کردیم، جناب آقای دلفی مدیر کل اروپا شرکت کرد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که همیشه هماهنگ کننده این کارهاست هرچه زنگ زدیم عزیزی شرکت نکردن، از وزارت اطلاعات به وزیر محترم اطلاعات نامه دادیم، به معاون وزیر اطلاع دادیم، دو تا از نیروهای خودشون رو فرستادن برای جلسه، از مجلس شورای اسلامی هم بنده و جناب آقای بروجردی بودیم. در اون جلسه ما گفتیم آخرین برنامه رو میخوایم با هم چک کنیم، آیا اینا پیش شرطی چیزی؟ آقای دلفی مدیر کل غرب اروپا گفت اخیراً که سوسیالیستای اروپا آمدن تهران و ملاقات کردن با آقای دکتر محمد جواد لاریجانی معاون بین الملل قوه قضاییه، اونها خواستار شدن که در سفر پارلمان اروپا با این دو نفر ملاقات کنند. آقای دلفی گفت آقای دکتر محمد جواد لاریجانی موافقت کردن با ملاقات با اینها، ما به عنوان مجلس مخالفت کردیم. من سریع تماس گرفتم با آقای دکتر محمد جواد لاریجانی، تلفن رو گذاشتم روی اسپیکر بلنگو که همه دوستان بشنون، گفتم شما همچه قولی دادید؟ آقای دکتر محمد جواد لاریجانی گفتن من قول دادم به این دلیل که کسانی که در این کشور جرم مرتکب شدن، محاکمه شدن، مدت مجازاتشون رو هم کشیدن، ما چه چیزی رو داریم پنهان کنیم؟ اینا میخوان با هر کی ملاقات بکنن ملاقات کنن، مگر جمهوری اسلامی ایران چیزی رو پنهان بکنه؟ لذا ما به عنوان قوه قضاییه موافق با ملاقاتیم. نکته سومشون هم این بود، چون این مهمان ها مهمان های مجلسن، هر چی شما نظر بدید ما همون رو عمل میکنیم. دوباره من تاکید کردم به ایشون که ما به عنوان مجلس شورای اسلامی با هر گونه ملاقات خارج برنامه مخالفیم. این عمل خلاف عرف دیپلماتیک است. مجلس شورای اسلامی همه اقداماتش رو انجام داد و اون چیزی که ما می توانستیم شبهات رو وارد بکنیم و پاسخ بگیریم، فکر می کنم جای کوتاهی رو نداشتیم. و سلام. متشکریم. حالا به نظرم هم تذکر داده شد، هم توضیح رو آقای جلالی که پیگیر این موضوع بودن برای نمایندگان دادن که هم برای نمایندگان مطلب روشن بشه، هم برای ملت عزیز. این که آقا محمدی فرمودن شرط گذاشتن، مطلقا چنین چیزی نیست، هیچ شرطی هم نذاشتن، کاری هم کردن کار سبک و بدی بود. کسی میاد یه جایی برای دیدن یه جایی، باید برنامه شو بدهی پنهانی برن یه جایی ملاقات کنن، کار سخیفیه، مخصوصا برای اروپایی ها خیلی سخیفه. یعنی اگر میخواستن ملاقات بکنن باید ملاقاتاشون رو به طرف ایرانی میگفتن، حالا یا ما میپذیرفتیم یا نمیپذیرفتیم، ولی عقل و حکم میگد که احترام رفتار دیپلماتیک خودشون رعایت بکنن. خب کار نکردن، کار سخیفی انجام دادن، اونها کار غلطی کردن، کار اشتباهی کردم. اما اینکه فوری برگشتن رفتن این مسئله علنی کردن، پس دنبال هیاهو هن، میخوان ازش بهره تبلیغاتی ببرن. شما به اندازه ای که این ارزش داره بهش توجه کنید. کار بی ارزشی کردن. ما تو دام اونا که نبود بیفتیم که اونا میخوان سرصدا کنن، پس ما هم هیزومشو زیاد کنیم.
کار غلطی انجام دادن، از نظر بندم کار بسیار غلطی بوده. عصر امروز هم محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر دستگاه قضا به ابهام بعضی نماینده ها درباره رفتار هیئت پارلمانی اروپا جواب داد. محمد جواد لاریجانی با اشاره به صحبت های کاظم جلالی در مجلس این صحبت ها رو شتاب زده دونسته و یادآور شده که روال کار بر اینه که مسئولای مجلسی نظرات نهادها رو میگیرن، ارزیابی میکنن و نهایتا تصمیم میگیرن کاری رو انجام بدن یا نه و کسی نمیتونه مجلس رو به انجام کاری مجبور کنه. دبیر ستاد حقوق بشر تأکید کرده که موافق رفتار هیئت پارلمانی اروپا در ملاقات با این دو فعال فتنه 88 و اعطای جایزه به اونها نبوده، چرا که اولا تقاضای ملاقات با افرادی که سابقه محکومیت دارن نیازمند هماهنگی‌های قضاییه، دوما جایزه دادن به محکومین فتنه یک توهین سیاسیه و سوما همه این امور مراحل تشریفاتی خاص خودش رو داره. محمد جواد لاریجانی بحث اصلی رو در نحوه رفتار این مهمانان کم تمدن دونسته و گفته این کار هیئت پارلمانی اروپا هم خلاف عرف دیپلماتیکه و هم غیر قانونیه.